انتشار گزارش محرمانه‌ای تهیه شده در معاونت سیاسی رادیو تلویزیون حکومتی ایران تحت عنوان آسیب شناسی رفتار صدا و سیما قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، ابعاد جدیدی از عملکرد این رسانه را در جریان انتخابات 88 آشکار کرده است. در مورد محتوای گزارش صدا و سیما که برای نخستین بار توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران افشا شده، مصاحبه‌ای انجام داده ایم با امید معماریان، روزنامه‌نگاری که در جریان انتشار این گزارش در خارج از ایران قرار داشته است. این مصاحبه را با هم می‌شنویم. گزارش محرمانه‌ای که تهیه شده در معاونت سیاسی صدا و سیما در مورد رفتار این رسانه در زمان انتخابات دارای سرفصل‌های مختلفیه. آقای معماریان، مهمترین اطلاعاتی که در این گزارش ذکر شده چیا هستن؟ به نظر من تکون دهنده ترین موضوعی که در این گزارش مطرح شده این هستش که این رسانه ملی یکی از عواملی بوده که مردم تحریک شدن و به خیابان ها اومدن، نه خلاف روایت رسمی حکومت که سران به هر حال اصلاح طلب و کاندید ریاست جمهوری رو عامل این مسئله میدونه، هرچند به هر حال موضوعی که مردم رو به خیابان کشون موضوع تقلب بود که در این گزارش بهش اشاره نشده. در گزارش تصریح شده که نحوه اعلام نتایج در صدا و سیما بی سابقه بوده و به طور مشخص گفته شده که نحوه اعلام نتایج باعث ایجاد تردید در مردم شده و اینو ازش نگذشت. به نظر من یکی از موضوعاتی که به صورت خیلی ظریف مطرح شده و از اون گذشت شده این هستش که اشاره میشه به این که نتایج انتخابات بسیار سریع اعلام شد و به نحوی اعلام شد که برای مردم تردید ایجاد کرد و توصیه شده در بخشی از این گزارش که باید مقامات صدا و سیما یک جوری مردم آماده می کردن، هرچند واضح جزئیات نمیشه که بعد چجوری آماده میکردن و چه دلیلی داشت که مردم آماده بشن. تصریح میشه که اون اتفاق که در 22 خرداد رخ داد اتفاق جدیدی بودش، برای همه جدید بود و اون خشم مردم خشم به هر حال طبیعی بودش. و در اون آخر گزارش یک اشاره خیلی تکون دهنده‌ای داره به این که اون چیزی که اتفاق افتاده در مردم یک خشم عمیق ایجاد کرده که برای نظام مفید نخواهد بود. توجه بکنید که این گزارش 3 ماه بعد از انتخابات منتشر شده، که به هر حال چون که گزارش توسط صدا و سیما منتشر شده این موضوع که تقلب بود یا نه مطرح نشده، ولی شکل ماجرا رو به هر حال روش صحبت کرده. مدیریت صدا و سیما در زمان انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 کاملا همسو با محمود احمدی نژاد بود. چرا باید در داخل صدا و سیما با این گرایش سیاسی مشخص چنین گزارش انتقادآمیز و افشاگرانه‌ای تهیه بشه؟ به هر حال توجه بکنید که صدا و سیما دستگاه عریض و طبیعی هست، یک بدنه کارشناسی داره و در این رسانه به هر حال ما دو تا مرحله رو می‌بینیم که قبل از انتخابات هستش، منازعه ها رو ما مشاهدش هستیم، ولی بعد از انتخابات به هر حال اینو نظرسنجی می‌کنن، می‌بینن که مردم به سمت رسانه خارجی گرایش خیلی شدید داشتن و اعتمادشون از روی رسانه ملی کاملا برداشته شد. بنابراین گزارش به طور عمده می‌پردازه به ضعف‌های رسانه‌ای در رخ داده و بچه‌شون رو پوشش داد، ولی در این بین به موارد اشاره می‌کنه که به نظر من در خودش بسیار جالب هست و از جمله این که به هر حال هیچ اشاره‌ای به چیزی که اختشاشگران می‌گن نمی‌کنه و خود صدا و سیما رو مسئول تحریک کردن مردم، مسئول ایجاد تردید و ابهام میدونه، که این اتهامی هستش که به خیلی از اصلاح طلبها وارد شد و از انتخابات خیلی از افراد زندان رفتن. و توجه بکنیم که با این که مسئولین صدا و سیما میدونستن که تحلیل داخلیشون این هست، تحلیل درون نظامیشون این هستش که این صدمه به دست رسانه کشور وارد شده، باز ما بعد از اون شاهد دادگاه‌های نمایشی هستیم، باز بعد از ارائه چنین تحلیل‌های درون نظامی هستش که ما شاهد اعتراف‌گیری‌های تلویزیونی هستیم و می‌بینیم که صدا و سیما عملاً به راهی که بعد از انتخابات در پیش گرفت ادامه می‌دهد. جالب توجه هست که عملاً می‌بینیم که ما تحلیل علمی داخل دستگاه نادیده گرفته میشه برای پیشبرد یک برنامه سیاسی از پیش تعیین شده. به نظر من این مهمترین نتیجه گیری هستش که میشه از وجود چنین گزارشی و البته عملکرد خلاف اون در دستگاه صدا و سیما به هر حال بهش توجه کرد. متشکرم آقای معماریان که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.